خاطرتون باشه با توجه به اهمیتی که وقایع اروپا و مشکلات و مسائل مالی و اقتصادی که باهاش دست به گریبان هستند و تأثیری که روی اقتصاد دنیا و بازار سهام در همه دنیا خواهد گذاشت صحبتی رو شروع کردیم که البته چندین هفته از سرش داریم صحبت کنیم و ارزیابیمون از ماها پیش این بود که برخلاف سال 2008 که مرکز زلزله مالی در آمریکا بود و بعد پس لرزه هاش به سایر نقاط دنیا منتقل شد ارزیابی ما این بود که این بار مرکز زلزله اروپا خواهد بود و بعد پس لرزه هاش به سایر نقاط دنیا و از جمله آمریکا انتقال پیدا خواهد کرد و همین دلیل هفته پیش به وضعیت اروپا پرداختیم که بحث ناتمام بود و قرار شد صحبت را این هفته ادامه بدیم منتها اگر خاطرتون باشه هفته پیش در همون بخش پنجره های کوچک منظره های بزرگ سر اروپا که صحبت می کردیم صحبت رو در اینجا تموم کردیم که گفتیم ارزیابی ما بر این هست که به زودی فدرال ریزرو بانک مرکزی آمریکا از طریق تمدید سواب پلانک اکستنشن سعی می کنه که پول در اختیار بانک مرکزی اروپا بگذاره که بعدا بانک مرکزی اروپا بتونه با این پول ها کمک کنه به بانک ها و مؤسسات مالی اروپا که دچار اشکال هستند. البته این مطلب را و این ارزیابی را ما شندیم ها پیش داشتیم که به طور مفصل اثرات و عواقبش را در رادیوی اینترنتی خودمون مورد بحث قرار داده بودیم ولی با این همه هفته پیش که این مسائل را مطرح کردیم از اونجایی که سعی میکنیم خیلی زودتر از اینکه حادثه اتفاق بیفته شما را در جریان بذاریم و مثل همیشه پیش پیش زمان حرکت کنیم فکر نمی کردیم که به این زودی این ارزیابی و پیشبینی متحقق بشه دقیقا سشن به شب پیش این صحبت رو مطرح کردیم کمتر از 24 ساعت طول کشید که روز چهارشنبه اعلام شد که بانک مرکزی آمریکا به همراهی سایر بانک های مرکزی مهم مثل بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی ژاپن، کانادا، بانک مرکزی انگلستان، بانک مرکزی سوئیس همگی با هم توافق کردند که بیان از طریق همون سواپلاین که در واقع معاوضه و تبادل در واقع ارز خواهد بود سعی کنند که دلار در اختیار بانک مرکزی اروپا بذارن تا از این طریق بانک مرکزی اروپا بتونه به بانک هایی که دوچار اشکال هستند کمک کنه و به همین منظور بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت که بهره ای را که برای قرض کردن پول در اختیار اروپایی ها میذاره حتی نیم درصد هم بیاره پایین تر و این برنامه هم قرار شده تا فوریه سال 2013 ادامه پیدا کنه بعد در کنار اینها و همراه با آمریکا دولت چین هم یه تصمیم تازه تری گرفت که خود اون تصمیم هم باعث میشه دلارهای بیشتری روانه بازار بشه تصمیمی که دولت چین گرفت در واقع و بانک مرکزی چین این بود که الان چندین و چند ماه هست که به خاطر حباب یا بابلی که در بخش مستقلات و ریال استیت چین درست شده که اگر نتونن این حباب رو کنترل کنن و آروم آروم در واقع دیفلیتش بکنن و بخواد این حباب بتره که یک دفعه نه تنها که یک مصیبت خیلی خیلی بزرگ برای خود چین درست خواهد کرد ولی که میتونه برای سایر کشورها و مناطق دنیا هم دردسر درست کنه یکی از کارهایی که چین برای این منظور کرده بود که بتونه در واقع حباب ریل استیت و ذره ذره دیفلیتش کنه یا بادش خالی کنه به اصطلاح این بود که از بانک های مختلف خواسته بود که رزروی را که باید پلو بانک مرکزی چین نگه می دارند، هی بالاتر و بالاتر برده بود به طوری که میزان این رزرو را به 21.5 درصد رسانده بود پا به پای اتفاقی که چهارشنبه هفته پیش افتاد بانک مرکزی چین هم تصمیم گرفت که درصد این ذخیره یا ریزروی را که بانک های مختلف باید پلو بانک مرکزی چین داشته باشند نیم درصد آوردش پایین و رساندش به 21 درصد و چین از اونجا که به خاطر صادراتش پول ارز زیاد داره که عمدتاً هم دلار آمریکا هستند به این ترتیب این نیم درصدی که از اون میلیاردها دلار که در اختیار بانکهای چینی هست آزاد میشه و این دلارها هم روانه بازار در واقع خواهد شد اینکه چرا این کار کردند خب یعنی چرا بانک مرکزی آمریکا این کار کرد چند تا دلیل مختلف داره یه دلیل مهمش خب طبیعتا این است که میدونه که گرفتاری هایی که در اروپا ایجاد میشه این بحران انتقال پیدا میکنه به آمریکا که حالا امشب تو صحبتی که سری مسئله خواهیم کرد میگم نحوه ای انتقال این بحران چطوری خواهد بود در واقع خاصه پیش دستی کنه که این گرفتاری ایجاد نشه که مجددا برای دنیا در سرهای تازه تری درست بشه چند تا دلیل دیگه هم داشته که اینکه حالا تو بحث دوم بهش اشاره میکنم قسمت زیادی از سپرده هایی که بانک های آمریکایی داشتن رفته بود مخصوصا مانی مارکت هایی که تو آمریکا هست به خاطر اینکه بهره در اروپا بیشتر بود در واقع رفته بودن توی بانک اروپایی و اروپا سرمایه‌گذاری کرده بودن و بعد از ترس بحرانی که در اروپا پیدا شده که مبادا این سرمایه ها را از دست بدن ذره ذره تقریبا از ماه می به این طرف مؤسسات مالی آمریکا سعی کردن اون پول های مانی مارکت ها که تو اروپا بود ذره ذره بکشند بیرون <متصفح> که اصطلاحا یه حالت بهش میگن راناند بانک پیدا کرده بود رانانده بانک مال گذشته هاست که FDIC در واقع وجود نداشت که این سپرده ها رو بیمه بکنه هر وقت که مردم احساس می کردن، یه بانکی دچار اشکال شده همه حجوم می بردن که هرچی زودتر پول خودشون از اون بانک بکشن بیرون به این حالت می گفتن ران اند بانک و این پولایی که آمریکا خارج کرد از اروپا در واقع حالت این شکلی برای بانک های اروپایی درست کرد و اونها را از ذره پولی که در اختیارشون بود در واقع دوچار دردسر کرد بعد در زمین کنارش هم نیست بگم که فعلا داستان اروپا به اینجا کشیده که پنجشنبه همین پنجشنبه که پیش رو داریم پس فردا بانک مرکزی اروپا قرار است تشکیل جلسه بده تا بالاخره ببینن که این بحران موجود در اروپا رو چطوری میخوان حل و فصل بکنن بعد روز جمعه جلسه بسیار بسیار مهمی خواهد بود که نهم دسامبر هست که قرار هست بالاخره تصمیم نهایی اونجا اتخاذ بشه که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته آلبان همه ی تلاشش این هست در واقع که بیاد سیاست های مالی یا فیزیکال پالیسی بهش میان اصطلاحا مال کشورهای عضو حوزه پولی اروپا را تحت سیطره آلمان در بیاره و به خاطر همین فشارهایی که آلمان داره از این طریق به کشورهای اروپایی وارد میکنه الان تمام کشورهای اروپایی به خانم انجلا مرکل نخست وزیر آلمان بهش میگن انجلا هیتلر دلیلی که این حرفو بهش میزنن این است که خب هیتلر زمانی که به قدرت رسیده بود با حملاتی که به کشورهای مختلف اروپایی میکرد در واقع میخواست همه را تحت کنترل آلمان در بیاره و الان اروپا و مردمش به خاطر فشارهایی که از این طریق داره بهشون وارد میشه مدعی هستند کاری را که هیتلر از طریق ارتش میخواست بکنه الان آلمان داره از طریق یورو و به اصطلاح بانکهای آلمانی داره این کار انجام میده در زمین نشریه آلمانی به اسم دی ولت یه مقاله چاپ کرده بود آخر هفته و در اون ادعا کرده بود که توافقی صورت گرفته که بانک مرکزی آمریکا به اضافه بانک مرکزی کشورهایی که عضو حوزه پولی یورو هستند که عملا در واقع میشه آلمان چون بقیهشون که دوچار گرفتاری و بدبختی هستن همشون احتیاج به کمک دارن به هر حال اشاره کرده بود که قرار هست 100 میلیارد یورو از این طریق پول بذارن در اختیار صندوق بین المللی پول IMF که بعد IMF در واقع خود بانک مرکزی اروپا مستقیما وارد نشه چون طبق قانونی که نوشته شده بانک مرکزی اروپا حق نداره بره بانک رو بیلات کنه و نجاتشون بده البته خب میدونید که قوانین هر وقت لازم بشه مثل آب خوردن زیر پا میذارن ولی چون قانونا اینجوری شده برای اینکه این مانع قانونی رو دور بزنن ظاهرا قرار شده که از طریق صندوق بین‌المللی پول این کارو بکنن دلایل دیگری که باعث شد غیر از این که اون پولایی که خارج شده بود در سر برای های اروپایی درست کرده بود این بود که دلار آمریکا برخلاف خاصی که دولت آمریکا داره چون هدف اصلی دولت آمریکا این است که هر چه ممکن هست و تا اونجا که میتونه دلار آمریکا رو بیارزش بکنه قدرت خریدش رو بیاره پایین یا به عبارت دیگه تورم ایجاد کنه که شاید با ایجاد تورم بتونه از یه بحران خیلی خیلی بزرگ انقبازی یا دیفلیشنری جلوگیری بکنه ولی در چند ماه گذشته بقیه کشورهای که دیدن آمریکا پشت سر هم داره ارزش پول خودش رو میاره پایین و به نتیجه در بازار صادرات به ضرر بقیه شروع میشه بقیه کشورها هم شروع کردن پول خودشون رو هی ارزونتر و ارزونتر کردن به طوری که مثلا ریال برزیل از ماه جولای تا به حال نزدیک به 19 درصد در مقابل دلار آمریکا رفته پایین روبل روسیه از ماه می تا اول اکتبر 17 درصد در مقابل دلار آمریکا رفته پایین روپیه هند از آگست تا اول اک... تا آخر نوامبر ببخشید از آگست تا آخر نوامبر 16 و 3 دهم در درصد در مقابل دلار آمریکا کاهش پیدا کرده تنها کشوری که کارنسی یا ارز یا پولش در مقابل دلار آمریکا از اول سال تا رفته بالا کشور چین هست که پولش چهار و شست صدم درصد نسبت به دلار آمریکا افزایش پیدا کرده و جالبش اینه که دولت آمریکا به بقیه کشورهایی که به این ترتیب دارن ارز خودشون رو منیپولیت میکنن هیچی نمیگه که پولاشون ارزون تر کردن ولی دعوای اصلی رو در واقع با چین راه انداخته و معتقد است که چین باید پولش رو ارزون تر کنه اونم کشوری که هی داره پولش نسبت به آمریکا گرونتر و گرونتر میشه در واقع بر حال وضعیت الان به اینجا رسیده و در واقع تلاش آمریکا یکی دیگر از دلایل هم که آمریکا این کار کرد و داره این همه دلار روانه بازار میکنه این است که هرچه بیشتر و هرچه سریعتر دلار را بیارزش تر کنه قدرت خریدش رو پایین تر بیاره تا بتونه در دل انباج تورمی که ایجاد میکنه در واقع این بحران بدهی ها را شستشو بده عواقبی که خواهد داشت مسلما به صورت کاهش قدرت خرید مردم آمریکا خواهد بود یعنی قدرت خرید دلار میاد پایین و این تازه اول کار هست از مدت ها پیش خدمتون عرض کردیم که از سال 2012 به بعد به احتمال زیاد حالا زمانش ممکنه کمی جلوتر یا عقبتر بشه ولی اتفاقی است که خواهد افتاد که دلار آمریکا حداقل 50 درصد قدرت خرید خودش را از دست خواهد داد و این البته تلاش آگاهانه دولت هم هست غیر از مسائل دیگه که بتونه دلار رو بیارزشتر کنه مسلما این اتفاقات در همه ابعاد و ازلاع اقتصادی مالی تاثیر بسیار بسیار مهمی هم روی مناطق مختلف آمریکای لاتین، خاورمیانه، آسیا، اروپا و آمریکا میذاره و هم تاثیر مستقیمی در بازار سهام همه کشورها خواهد گذاشت. اینکه این, که این تاثیرات چه خواهد بود، چه عواقبی به بار میاره و چه کارها میشود کرد و تا اونجایی که مسلما وقت کم و حوصله تنگ این برنامه اجازه بده در برنامه های مختلف بهش برخورد میکنیم ولی به طور مفصل و مشروح و تحلیلی اینها نکاتی هستن که در رادیوی اینترنتی ما مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته یه خبر دیگه داریم از طرف اداره اطلاعات انرژی در آمریکا US Energy Information Administration و بر اساس گزارشی که این هفته منتشر شد نشون میده که در نه ماهه اول سال یعنی از اول ژانویه تا آخر سپتامبر آمریکا 689.4 دهم میلیون بشکه انرژی حالا یا به صورت گازولین بوده یا به صورت دیزل سوخت دیزل بوده یا سوخت جت جت فیول به اصطلاح اینها را وارد کرده ولی در همین فاصله نه ماهه 753.4 دهم میلیون بشکه هم همون سوخت های مختلف را صادر کرده به عبارت دیگه بنا به گزارشی که این اداره آمریکایی منتشر کرده برای اولین بار بعد از 62 سال آمریکا امسال در نه ماهه اول سال به صادر کننده انرژی تبدیل شده به جای اینکه وارد کنندش باشه دلیل اصلی که این اتفاق افتاده وضع بد اقتصادی در آمریکا هست و بحران اقتصادی که وجود داره که تقاضا برای سوخت و انرژی کم هست و در عوض به خاطر موقعیت بهتر اقتصادی که کشورهای موسوم به کشورهای نوخاسته یا امرجینگ کانتریز دارند که تقاضاشون برای انرژی رفته بالا باعث شده که آمریکا بتونه همونطور که عرض کردم بعد از 62 سال برای اولین بار به صادر کننده انرژی در واقع تبدیل بشه خبر دیگر مهم هفته راجع به بانک اروپایی است کماکان و اونم این که دوچار اشکال شدن برای پول جور کردن به طوری که اروپایی ببخشید بانک های اروپایی 654 میلیارد دلار اگه به دلار بخوایم بگیریم باند دارند یا به عبارت دیگه بدهی دارند که امسال همه این مقدار مچور میشه زمان سررسید این وام ها است که باید این وام ها را یا پرداخت کنن یا امتدادش بدن تمدیدش کنن رولوورش کنن ولی تا به حال تونستن فقط 413 میلیارد دلار باند بفروشند یا رولوور کنند و در نتیجه 241 میلیارد دلار اصطلاحا میگن اینها فاندینگ گپ دارن یا به زبان آدمیزاد پول کم دارن در واقع و این برای اولین بار هست در پنج سال گذشته که بانک های اروپایی نتونستن باند یا بدهی های خودشون رو در واقع رولوور بکنن و تازه این مال امسال سال آینده 720 میلیارد دلار بدهی دارن یا باند دارن بانک های کشورهای اروپایی که همشون مچور میشه و تازه زمان به اصطلاح رولوور کردن و تمدید اونها خواهد رسید و اون وقت صحبت اینه که اگر در بازار به طور آزادانه و مارکت نره و این باندها را بخره این کمبود پول را از کجا جور خواهد کرد و به نظر من تنها راهی که میمونه باز طبق معمول است که آمریکا بره و پول به اینها قرض بده هی پول چاپ کنه بذاره در اختیار اونها و نهایتا باز هم به بیارزش شدن بیشتر دلار آمریکا خواهد کشید در مسابقه ای که کشورهای مختلف با همدیگه گذاشتن برای اینکه ارزش پول خودشون رو بیارن پایین تمام پولهای کاغذی یکی بعد از دیگری دارن به این ترتیب در واقع ضربات سنگینی میخورن قدرت خرید خودشون رو از دست میدن ولی جایی که خب مسلما تعجب همه را برآورده اقداماتی است که دولت سوئیس داره میکنه چون بارها خدمتتون عرض کردیم که همیشه به فرانک سوئیس مثل طلا برخورد میکردن یعنی معتقد بودن هیچ وقت قدرت خرید خودش رو از دست نمیده و کم و بیش هم در واقع بانک مرکزی سوئیس و کارایی که کرده بود و دولتشون تونسته بودن قدرت خرید فرانک سوئیس را کم و بیش خوب نگه دارن ولی خب از چندین چند ماه پیش به این طرف که دولت سوئیس و کشور سوئیس متوجه شدن به خاطر گرون شدن فرانک سوئیس دارن صادراتشون رو از دست میدن و کم میشه اونها هم تصمیم گرفتن که در واقع شروع کنن فرانک چاپ کردن و در واقع ارزش فرانک رو بیارن پایین منتهای مراتب به خاطر اهمیتی که تاریخا داشته و اعتمادی که تاریخا به فرانک سوئیس بوده اون مقداری که سوئیس میخواسته نتونستن هنوز ارزش فرانکو بیارن با این و به نتیجه این هفته اعلام کرد سوئیس و بانک مرکزیشون که ممکن است به سیاست بهره منفی نگتیو اینترست ریت متوصل بشن یا به عبارت دیگه نه تنها بهره ای به کسی ندن بلکه اگر کسی رفت پولش رو گذاشت تو بانک های سوئیس یه پولی هم ازش بگیرن در واقع البته سوئیس سالها قبل این سیاست و مدت ها داشت ولی بعدا ولش کرد ای هم که میداد همیشه خیلی خیلی کم بود حتی زمانی که مثلا جاهای دیگه چندین سال پیش بهره های 10 درصد 12 درصد 14 درصد میدادن بانتای های دولتیشون سوئیس مثلا 1 درصد و نیم درصد و از این صحبت ها بود ولی حالا باز برای اینکه قدرت خرید فرانک رو بیاره پایین و ارزون ترش کنه که صادرات سوئیس افزایش پیدا کنه مجددا تصمیم گرفتن به سیاست نگاتیو اینترست ریت یا بهره منفی متوصل بشن و بالاخره آخرین خبری که داریم راجع به وضعیت اشتغال یا ایمپلویمنت هست در آمریکا که وزارت کار آمریکا روز جمعه گذشته اعلام کرد که در ماه نوامبر 120 هزار تا کار جدید در آمریکا ایجاد شده و در کنار اون هم اعلام کرد که بیکاری بیکاری به شکلی که وزارت کار آمریکا منتشر میکنه که قبلا 9 درصد بود اعلام کردند که رسیده به 8 و درصد یا 4 درصد به میزان بیکاری اومده پایین تر دو تا نکته تو این وسط های اهمیت هست در آماری که منتشر شده یکی این که ماه نوامبر و ماه دسامبر اینها ماهایی هستند که ایام تعطیلات هست صحبت تعطیلات کریسمس هست سال نو هست و به نتیجه فروشگاه های مختلف آدم زیاد استخدام کنند منتها این اشتغال و استخدام هایی که صورت میگیره فقط برای همین دوران هست یعنی کاملا موقتی و کوتاه مدت خواهد بود و به نتیجه نمیشه روش حساب کرد که ادامه پیدا کنه بنابراین آماری که مربوط به اشتغال یا ایمپلویمنت در ماه نوامبر و دسامبر منتشر میشه چیزی نیست که بشه متاسفانه بر اساس اون امیدوار شد به آینده باید ببینیم از ماه ژانویه فوریه به بعد که آمار کار میاد بیرون اون وقت اوضاع چه قرار خواهد بود نکته بعدی این هست که همونطور که گفتم وزارت کار اعلام کرده که درصد بیکاری از 9 درصد رسید به 8 و 6 دهم ده یا 4 دهم ده درصد اومد پایین‌تر اون وقت چطوری 120 با توجه به نیروی کاری که در آمریکا وجود داره 120000 نفر 4 دهم ده درصد نمیشه پس چطوری شده این به این وضعیت پیش اومده دلیلش این هست که نحوهی که وزارت کار بیکاری را بهش برخورد میکنه این است که کسانی که اون چکای بیمه بیکاری که میگیرن تموم بشه با این که بیکار هم هستن دیگه بیکار محسوب نخواهند شد کمان که در ماه نوام فقط به تنهایی 315 هزار نفر اینطوری بیکار شدن که اون 315 هزار نفر چون از ذر وزارت کار جز بیکار را محسوب نمیشن باعث شده که به اصطلاح درصد بیکاری کاهش پیدا کنه در که قبلا خدمتون کردیم. مؤسسات بخش خصوصی برای برنامه ریزی اونها نمیتونن به این کلک های آماری دل خوش باشن باید واقعیات رو اونطوری که هست در نظر بگیرن و بر اساس واقعیات برنامه ریزی کنن آماری که اونها در اختیار دارن نشون میده که درصد واقعی بیکاری در آمریکا نزدیک به 23 درصد هست 22 و درصدی همچین چیزی تقریبا 23 درصد در واقع بیکاری دارن خبرهامون در اینجا تموم میشه و مثل همیشه یادآوری میکنم که دفتر نبض بازارهای مالی تمامی خدمات مالی و اقتصادی را در همه زمینه ها و در تمام کشورهای دنیا در عرصه بین برای تمام مقاصد چه برای پسنداز باشه چه برای گرفتن بهترین و بالاترین بهره روی پولهای نقدتون با تضمینهای صد درصد دولتی چه کسانی که خواستار پسنداز و سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی خودشون باشن یا به هر دلیلی بخوان برای آینده فرزندانشون دست به پسنداز و سرمایه گذاری بزنن و یا کسانی که خواستار رشد سرمایهشون هستن کسانی که خواستار برنامه‌ریزی ریزی مالی یا فنش پلنینگ به شیوه علمی و تحقیقاتی هستند و برای مشاوره و راهنمایی کانسالتیشن به اضافه بخش دفترمون سر مسائل ریال استیت و مستقلات برای خرید و فروش مستقلات تجاری و مسکونی کمرشال و رزیدنشال و تهیه وام تمامی اینها را دفتر ما انجام میده که دیگه من وارد بیمه های مختلف بیمه اوم، لایف اینشورنس، دیسیبلیت اینشورنس، بیمه از کار افتادگی و سایر بیمه ها را هم دفتر ما عرضه میکنه و صرفا مثل همیشه به خاطر اینکه وقت این برنامه وقتش به اندازه کافی کم هست دیگه ما بیشتر طرفش نکنیم از بازگویی تمام این خدمات خودداری میکنم و فقط یادآوری میکنم که چنانچه تمایل داشته باشید با این خدمات آشنا بشید به سایت ما که آدرسش رو روی صفحه تلویزیون میبینید مل... رجوع بفرمایید pulseoffinancialmarkets.com روی سایت که برید اون وقت سمت چپ صفحه تمامی این خدماتی که 15 16 مورد میشه دونه دونه اونجا نوشته شده و یکی و اگر هر کدام از اون خدمات را تمایل داشته باشید ازش استفاده بکنید میتونید روزهای هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا پنج بعد از ظهر با تلفن دفتر ما 310 407 5300 310 407 5300 با ما تماس بگیرید و چنانچه بعد از ساعت اداری یا روزهای تعطیل تماس گرفتید و مجبور شدید پیغام بذارید محبت کنید که شماره تلفن های خودتون را واضح و شمرده حتی المقدور بده زبان فارسی و انگلیسی برامون ذکر کنید و مخصوصا متذکر بشید از چه شهری چه کشوری چه ایالتی زنگ میزنید تا در پاسخگوییتون حساب وقت و زمان رو به اصطلاح در اختیار داشته باشیم چنانچه سالها و پرسش هم داشته باشید میتونید با ایمیل ما اینفو ات پالسا با ما تماس بگیرید و باز هم یادآوری میکنم ما فقط و فقط به ایمیل های جواب خواهیم داد که از ایمیل های شخصی افراد ارسال بشه به ایمیل هایی که از روی سایت زده بشه به دلایلی که دیگه وقتتون رو نمیگیریم و در گذشته توضیح دادیم هیچ وقت جواب نخواهیم داد پس 310 407 5, و برای اطلاعات از خدماتی که ما عرضه می pulseoffinancialmarkets.com روی اون سایت که برید با این خدمات آشنا میشید اولا و ثانیاً و باز هم یادآوری میکنم چون باز امروز هم این مورد پیش اومد که دوستانی به دلیل مسافرت یا هر چیز دیگری برنامه های ما رو گم کرده بودن و نمیدونستن کجاست زنگ زدن و سوال کردن باز یادآوری میکنیم که کسب اطلاعات مربوط به اینکه در کدام کانال تلویزیونی هستیم برنامه ها در چه روزها و چه ساعت هایی پخش میشه و همه اینها رو میتونید روی سایت ما ببینید البته خوشحال میشیم اگه تلفن کنید باتون با صحبت کنیم ولی برای وقت صرف جویی کردن بهترین راه راجع به کسب این نوع اطلاعات مراجعه به سایت ماست پارسا فنش و دات کام صحبت رو در اینجا تموم میکنیم بخش اخبار رو میریم سراغ بخش دوم برنامه امشب در بخش دوم برنامه امشب هستیم بخش پنجره های کوچک منظره های بزرگ و قسمت دوم مبحثی را که از هفته پیش شروع کردیم تحت عنوان اروپا لرزه ها و پس لرزه ها منتها قبل از ادامه اون بحث دوست عزیزی از کانادا سوالی کردن خواسته بودن به سوال ایشون جواب بدیم این سوالا سریعا جواب میدیم میریم سراغ بحث اصلی دو تا سوال ایشون مطرح کردن سوال اولشون این بوده که چرا این اواخر میبینیم قیمت طلا با قیمت با اتفاقات بازار سهام هماهنگ شده یعنی همزمان با پایین رفتن بازار سهام میبینیم قیمت طلا هم اومده پایین پرسیدن چرا و آیا این به مفهوم این است که مردم اعتمادشون رو به طلا به مساوی یک دارایی و asset مطمئن از دست دادن یا نه در این مورد قبلا هم در این برنامه سر این مسائل خیلی خیلی صحبت کردیم به طور خلاصه این هست که شما اگر بخواید میتونید سر هر چیزی توی دنیا رابطه های مختلفی رو پیدا کنید ولی این رابطه ها کاملا مندر است و هیچ ربطی به واقعیات نداره یعنی در خود واقعیت الزامن رابطه هایی را که ما به صورت ظاهری میبینیم وجود نداره شما توی کانادا تا اونجا که یادم دوستی که این سالا کرده بودن زندگی میکنید مثلا میتونید بگید که هفت ماه پیش مثلا حالا من نمیدونم در جهرت تو کانادا چقدر بوده فرزن اگر 20 درجه سانتیگراد بوده حالا شده 2 درجه سانتیگراد پس میتونیم نتیجه بگیریم این رابطه رو برقرار کنیم که همراه با پایین رفتن درجه حرارت مثلا بازار سهام میره پایین یا قیمت طلا هم میره پایین رابطه‌ای که بهش اشاره می‌کنید بین بازار سهام و طلا بر حسب تصادف و اتفاق همچین اتفاقی افتاده و هیچ ربطی این دوتا با هم ندارن بازار سهام یه جای جدا است طلا یه مقوله کاملا متفاوتی است در زمان‌های ممکن پا به پای هم حرکت کنند در زمانهای ممکن خلاف جهت هم دیگه حرکت کنند ولی این نوع چه زمانی که با هم حرکت می چه زمانی که خلاف هم به نظر میاد حرکت می کاملاً کاملا تصادفی است و هیچ ربطی به این که در بازار سهام چه اتفاقی میفته چه تاثیر رو طلا میذاره اصلا همچین ربطی با هم ندارن در واقع علتی که میبینید قیمت طلا اومده پایین تو یکی دو سه ماه گذشته دو ماه گذشته یکی این است که هیچ بازاری هیچ استی هیچ دارایی هیچ وقت در خط مستقیم حرکت نمیکنه در وسط راه و در میانه راه در مسیری که داره ادامه میده زیگزاگ پیدا میشه عقب نشینی پیدا میشه جلو میرن مکس میکنن صبر میکنن و خیلی 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 امر طبیعی است اتفاقا در این زمینه من خودم شخصا آرزو میکنم فکر نمیکنم این اتفاقی بیفته ولی واقعا دلم میخواد قیمت طلا یک کاهش خیلی خیلی جدی پیدا کنه دلار بیاد پایین تا بتونه تمام افراد ناشی که بدون دلیل صرفا به خاطر اینکه دیده بودن پشت سر تو ماه آگوست اون طرفا قیمت طلا میره بالا یا نقره میره بالا شروع کرده بودن به خرید کردن و هجوم آوردن به ایز بازار اینها رو از بازار خارج کنه چون اینها افراد ناشی هستند که فلسفه رجوع به فلزات قیمتی مخصوصا طلا و نقره را نمیدونن صرفا به خاطر اینکه دیده بودن قیمت میره بالا میره میرن میخرن سرمایه‌گذاری میکنن تا هم دیدن اومد پایین با ضرر میفروشن میرن بیرون و افراد ناشی در هر جا که باشند بیشتر مایه درد سرند تا اینکه به درد کسی بخورند ولی متاسفانه فکر نمی کنم همچین اتفاقی بیفته و اینکه قیمتش اومده پایین یکی همون امر طبیعی است که به هر حال هیچ چیزی در خط مستقیم حرکت نمیکنه دومم اینکه تنها اسط و دارایی که در دنیای امروز کسی حاضر براش پول بده کس منظورم در سطوح بزرگ و هج های بزرگ، پنشن فاند های بزرگ، اون هایی که سرمایه گذاری های بزرگ می کنن و حرکات اونها روی بازار تأمین می، میذاره تنها زمینه ای و تنها اسد و دارایی که کسی امروز حاضر به خاطرش پول بده فقط تلاست. و بعضا و پشت هم نقره نه کسی ریل استیت حاضره بخره نه به خاطر نمیدونم مورگیج باش سکیوریتی کسی حاضر پول بده نه کسی به خاطر نمیدونم میوچار فاند حاضر پول بده به خاطر هیچ چیز حاضر نیست کسی پول بده تنها جای مطمئنی که با راحتی خیال میخرن و میفروشن تلاس اینم یه دلیلی بوده که این اتفاق افتاده و مطمئن باشید مطمئن باشید که دیریازود این وضعیت تموم میشه حالا از زمانی نمیدونم چقدر طول میکشه ولی همونطور که یادتون باشه زمانی که قیمت طلا حدود 8900 دلار بود بهتون میگفتم این آخرین ماهایی است که طلا را زیر 1000 دلار میبینید الان هم اگر نه آخرین آخرین هفته ها شاید آخرین ماهایی باشه که طلا را دارید زیر 2000 دو دلار میبینید بنابراین از این نوساناتی که وسط راه پیدا میشه اصلا بهش توجه نکنید طلا پول واقعی است در واقع و است و دارایی واقعی است و سرمایه گذاری درش همونطور که در گذشته خدمتون عرض کردیم مستلزم دو تا عامل هست یکی صبر و حوصله یکی این هم که وضعیت فکریتون و روحیتون طوری باشه که از این نوسانات دست و پای خودتون رو گم نکنید و مطمئن باشید مطمئن باشید هنوز که هنوز هست گرچه اگر همونطور که بارها عرض کردم اگر از همون سال اول سال 2001 که ما راجع به آینده درخشان فلزات قیمتی حرف زده بودیم کسی رفته بود سراغش الان سودهای ما فوق تصور برده بود کسانی که از پور گوردن پورتفولیوی ما استفاده کردند همشون شاهد هستند که سودهای 1450 درصدی تو این سالها نصیبشون شده منتها هنوز که هنوز هم هست با همین قیمت‌های موجود گلدن پورتفولیو ما ما شکی نداریم که در چند سال آینده حد اکثر سه تا پنج سال آینده دیویست پنجاه تا مینیموم سی صد در صد سود خالص بدون سر سوزنی ریسک خواهد داشت کسانی ممکن است تنها حالتی که ممکن است از سرمایه گذاری در طلا پشیمون بشید این است که چند سال دیگه پشیمون بشید که چرا خیلی خیلی بیشتر از اون که میتونستید و سرمایه گذاری کردید توی سرمایه گذاری نکردید چون زمینه ای صد در صد مطمئن با سودهای بسیار بسیار خوب و تا اونجا که توانتون و شرایطتون بهتون اجازه میده باید حد اکثر بهره برداری رو از این بازار بکنید و با توسط به گوردن پورتفولیوی که ما داریم سود حداقل 250 300 درصدی رو برای چند سال آینده برای خودتون تضمین بکنید. سال بعدی این دوستمون از کانادا این بوده که چرا اروپایی ها طلا دارن این بدهی ها رو دارن چرا نمیرن تلاشون رو بفروشن که بدهی بدن دلیلش این است که تنها کشورهایی را در عرصه جهانی جدی میگیرن که پشتوانه طلا داشته ذخایر طلا داشته باشن شما به تاریخ نگاه کنید تمام امپراتوری های بزرگ از امپراتوری روم قدیمی ترینش تقریبا بگیرید تا بیاید به قرون معاصر انگلستان فرانسه و فعلا آمریکا هر کشوری که خواسته کشور مهم دنیا باشه و امپراتوری بزرگ دنیا باشه اولین شرطش این بوده که پشت دست مقادیر زیادی زخائر طلا داشته باشه کشوری که تلاشو بفروشه هیچ کس توی روابط تجاری و اقتصادی و مالی جدیش نمی گیرن. و همین دلیل است که هیچ کدومشون حاضر نیستن طلاهاشون رو بفروشن و بیان به صلاح تبدیلش بکنن به پول کاغذی و بده هاشونو رو بدن مخصوصا, مخصوصاً کشورهای اروپایی که خب میدونید. ضربات بسیار بسیار سنگینی تو جنگ دوم جهانی خوردند اروپای زمانی مرکز دنیا بود در واقع همه تحولات بزرگ صنعتی علمی و فکری از اروپا شروع شد و کشورهای اروپایی حالا جاشون ممکن بود عوض بشن ولی مراکز قدرت تو اروپا بودن منتها در طی جنگ دوم جهانی ضربه های بسیار سنگینی خوردند و در دوران جنگ سرد هم قسمت شرقی اروپا که زیر دست روسیه بود میزد تو سرشون رو کنترلشون میکرد قسمت غربش هم که تو سری خور آمریکا بود در واقع و فرمان های آمریکا را اجرا میکرد ولی بعد از پایان جنگ سرد رفته رفته کشورهای اروپایی دارن سربلند میکنن و هدف و حبس قدرتمندتر شدن و بسیار جدی تر شدن در صحنه روابط بین المللی هم دارند و به همین دلیل تلاششون این است که هرچی میتونند برای تبدیل شدن به همچین قدرتی تلاش جمع کنند شما حرکات چین را نگاه بکنید الان مدت هاست که دولت چین هر چقدر طلا در داخلش تولید میشه همه را میخره و مردمش هم عادت کردن تلاجم کردن و تلاش چین در این است که بتونه برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ واقعی اقتصادی در سطح جهان هر بیشتر طلا داشته باشه دلیلی که نمی این است که جایگاه و اهمیت و مقام و منزلت خودشون را در صحنه بین المللی از دست خواهند داد و ما بریم سر بحث اصلی خودمون که وضعیت اروپا بود هفته پیش توضیحاتی دادیم که موضوع از چه قرار است بحران هایی که اروپا باهاش مواجه هستند چیست چرا به اینجا رسیدند و چه گرفتاری هایی رو میتونن برای دنیا ایجاد کنن البته برای بحث کامل و همه جانبه لازم است که دونه دونه همه این کشورها مورد بررسی قرار بگیرند و متاسفانه توی این برنامه و با این وقت کم چنین چیزی امکان پذیر نیست اینها کارهایی که ما در رادیو اینترنتی خودمون میکنیم و فقط امشب یه نمونه براتون مثال میزنم و که اسمش بیشتر از همه سر زبون هست اونم ایتالیاس و نوع گرفتاری هایی که ایتالیا داره توی ایتالیا یه بانک خیلی خیلی معروفی دارن به اسم که اگر این بانک سقوط بکنه و دیفالت بکنه نه تنها ضربه سنگینی به اروپا میزنه بلکه تمام دنیا را تقریبا متلاشی خواهد کرد بیستو ببخشید برای سال آینده همین بانک 51 میلیارد دلار اگه به دلار حساب کنیم بدهی داره که مچور میشه و باید این بدهی ها را در واقع پرداخت کنه یا رولوورش بکنه منتها گرفتاری که داره چون درجه اعتباری این بانک اومده پایین یعنی گریدینگش اومده پایین به نتیجه موقعی که میخواد بیاد باند بفروشه که همون پول قرض کردن باشه باندهاش میگن اینوستمنت گرید نیست این اینوستمنت گرید بودن را حالت افراد در نظر بگیرید مثلا موقعی میخوان خونه بخرند یا وام بگیرن یا هر چیزی یک credit سکور دارن این ریتینگ هم که برای کشور همین حالت داره یعنی افرادی که کریدیت سکورشون خیلی بالاست میتونن با بهره های خیلی بهتر مورگیج بگیرن یا برای ماشینشون پول قرض کنند یا هر چیزی دیگری برای بانک ها و کشورهام همینطوره هر چقدر که درجه اعتباریشون بالاتر باشه میتونن با بهره کمتری اینترست ریت کمتری وام بگیرن هر چقدر که وضعشون خرابتر بشه مجبور هستن بهره و اینترست ریت بیشتری بدن اونهایی که میگن باندشون اینوستمنت گرید هست اونها کشورها یا بانک هایی هستن که میتونن بیان توی بازار و توی دنیا با بهره های مناسب وام بگیرن منتهی الان البته غیر از مشکل اعتباریش که حالا میگم وضعیتش چیه وضعیتش هم این است که چهار مرحله اصطلاحا به اینا میگن ناچ فور ناچز زیر اینوستمنت گریت هست بعد چندی وقت پیش بود خیلی وقت پیش نبود البته که مؤسسه مودیس که خودش در کار کردیت ریدینگ هست یه ریتینگی براش تعیین کرد برای یونی کریدیت الان هشت مرحله یا هشت تا ناچ حتی زیر اون رفته در واقع و در ضمن در کوارتر سوم سال هم همین بانک فقط 4, 3, 3 دهم میلیارد دلار ضرر به بار برده بنابراین مجبور هست که هم پول قرض کنه هم سرمایه جور کنه یه مدتی به فکر شفتاد اکویتی بفروشه فروشه متا اکویتیش هم کسی نمیخره و فعلا مجددا دست به دامان لیبی شده که لیبی شاید لیبی در سال 2008 یونی کردیت و نجات داد حالا یه بار دیگه دوچار اشکال شده و این بار هم دست به دامان لیبی شده که بتونه ازشون در واقع پول خرج بکنه گرفتاری یونی کردیت اینه که خود بانک همچین وضعیتی داره و با توجه به اینکه کردیت ریتینگش خیلی پایین اگه بخواد به بح... وام بگیره بهرهای خیلی خیلی بالا باید بده که از پسش بر نمیاد دولت ایتالیا که وضعش از اون خرابتره بنابراین توان این که دولت ایتالیا به پر وسط بگذاریم که مقررات یورو به دولت ایتالیا همچنین اجازه نمیده که بتونه یورو چاپ کنه و بتونه این بانک رو نجات بده خارج از اون وضعیت خودش هم طوری که نمیتونه پولش رو نداره که بیاد بانک یون کریدیت رو نجات بده بنابراین تنها جایی که قانونا میتونه یعنی اساسا باید بتونه این کارو بکنه در واقع بانک مرکزی اروپا سی ECB European Central Bank که اونم متاسفانه به خاطر قوانینی که وضع شده حق به بیلات کردن و نجات دادن بانک ها را نداره و طبیعتا تنها جایی که میمونه بتونه همچین کاری بکنه از در پشت بهشون کمک بکنه این است که آمریکا پول چاپ کنه دلار چاپ کنه و در اختیارشون بذاره مدا این بحران های اروپا و کشورهای اروپایی و بانک هایی که دارن چطوری به آمریکا منتقل میشه زمینه هاش خیلی خیلی زیاد هست مدا کانال مهمی که این بحران از اروپا منتقل میشه با آمریکا از طریق مانی مارکت هاست مانی مارکت مانی مارکت ها برای کسانی که خواستار کسب درامت های ثابت یا فیکس اینکام هستند از اونجایی که اینترست ریت و بهره در آمریکا خیلی خیلی پایین است موسساتی که مانی مارکت ارزی می کنند مانی مارکت فاند به صلاح تو آمریکا می فروشند برای اینکه بتونن برای مشتریان خودشون یه بهره بیشتری بگیرند قسمت زیادی از این پول ها را رفته بودن توی بانک های اروپایی سرمایه گذاری کرده بودن بعد بعد از تقریبا ماه می به این طرف که متوجه شدن داره چه بحرانی در اروپا پیش میاد و ترسیدن که بانک اروپا ورشکست بشن و نتونن پولشون رو پس بدن مانی مارکت های آمریکا شروع کردن ذره ذره پولاشون از بانک اروپایی بیرون کشیدن در ماه می پنجاه و بیشتر از نصف پنجاه و یک و نیم درصد از تمام پول هایی که توی مانی مارکت بود تو آمریکا همشون رفته بودن تو بانک های اروپایی سرمایه‌گذاری کرده بودن بعد از اون وقت به بعد شروع کردم پایین آوردن این درصد را آمریکایی ها مانی مارکت های آمریکایی فعلا رسیده به 37 درصد منتها همین 37 درصدی که الان مانی مارکت های آمریکایی تو اروپا پولشون گیر هست معادل میشه با 500 میلیارد دلار و گفتم که موقعی که از ماه می به این طرف مانی مارکت ها شروع کردن پول خودشون از اروپا و با بانک های اروپایی بیرون کشیدن در دسر بانکاشون هم بیشتر شد حالت راننده بانک در واقع برای کشورهای اروپایی پیدا کرد بنابراین با توجه به اینکه سیستم بانکی اروپا در مجموع چهار برابر سیستم بانکی آمریکا است و با توجه به اینکه همه اون 17 تا کشور اصلی که عضو حوزه پولی یورو هستند همگی از طریق یورو به هم متصل هستند هر گونه ضربه ای که به هر بانک و به هر کشوری بخوره بلافاصله به بقیه بانک ها و کشورها ها منتقل خواهد شد و اگر مثلا یونی کردیت سقوط بکنه به طور عملی و واقعی معادل و مصادف با این هست که کل سیستم بانکی و اعتباری دنیا بانکینگ و کردیت سیستم باهاش سقوط خواهد کرد روی همین اساس هست که آمریکا این وسط باید پا پیش بذاره در واقع هم برای نجات خودش و پولای مانی مارکتش هم, هم از ترس اینکه سقوط سیستم بانکی و اعتباری چون همه دنیا رو میبره در واقع پایین این 500 میلیارد دلار رو یه فکری به حالش بکنه گرچه هیچ چیزی در دنیا بعید نیست منتها خیلی 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 بعید و تقریبا غیر ممکن ببینم من که بانک مرکزی آمریکا فدرال ریزرو اجازه بده که با این بحران بانکی اروپا یه دفعه مانی مارکت در آمریکا 500 میلیارد دلار بخوا ضرر بده و به همین دلیل هست که به نظر من باز هم اون اقدامی که روز چهارشنبه کرد و در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد بانک مرکزی آمریکا سعی میکنه تا اونجا که بتونه دلار چاپ کنه این دلار را به طرق مختلف حالا یا از طریق بانک مرکزی اروپا یا از طریق صندوق بین المللی پول بره و در اختیار کشورهای اروپایی و بانکهای اروپایی بذاره که اونها رو نجات بده چون میدونه اگر کمی تعلل بکنه و بخواد این دست اون دست بکنه این بحران میاد و در قدم اول فقط 500 میلیارد دلار از پولهایی که در مانی مارکت تو آمریکا هست از بین خواهد رفت و طبیعتا نتیجه این پول چاپ کردن ها و تزریق دلار به سیستم این خواهد بود که دلار آمریکا روز به روز و بیشتر از روز پیش قدرت خرید خودش را از دست میده و از اون طرف فلزات قیمتی طلا و نقره ارزششون بالاتر و بالاتر و بالاتر خواهند رفت و روزی خواهد رسید این شب و این حرف رو به یاد داشته باشید که شما هر جا دنبال سکه های طلا بگردید دیگه پیدا نخواهد شد همه را در بازار درو خواهند کرد تا زمانی که هنوز وقت باقی است و فرصت وجود داره بهتر است که دست به کار بشید نگران این نباشید که ای کاش سال 2002 کرده بودم 2004 کرده بودم دیگه به حال اون سالها گذشته و بر نمیگرده ولی هنوز زمان هست که در عرض 3 تا 5 سال آینده با استفاده از گلدن پورتفولیویی که ما داریم حد به عقل و در محافظه کارانه ترین حالت 250 تا 300 درصد سود نصیب خودتون بکنید صحبت در این قسمت تموم میشه میریم سراغ بخش پایانی برنامه امشب پایانه برنامه امشب هستیم متاسفانه مثل همیشه وقت کم است و مجبور هستم خیلی سریع به این پورتفولیو اشاره کنم منتها یه نکته رو بگم که الان میدونید که چندین و چند هفته است داریم یادآوری میکنیم که اوضاع بازار اوضاع اقتصاد دنیا و شرایط توریست که اگر کسی بخواد در این بازار موفق بشه دو تا شرط مهم رو باید رعایت کنه شرط اولش اون رابطه به شرایط کنونی نداره همیشه این است که برای امر سرمایه گذاری اینوستمنت باید متکی بر تحقیق بر مطالعه و بر شناخت اوضاع احوال بین اقتصادی باشید و دوم اینکه در دل این اوضاع احوال باید صبر و تحملتون خیلی 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 زیاد باشه و شرایطی است که اگر کسی واقعا نمیتونه 8 تا 10 سال به خودش وقت بده دوستانه بهتون پیشنهاد میکنم که از بازار سهام برید بیرون چون حتما زرر خواهید کرد منظورم از این حرف این نیست که بازار سهام بالا نمیره نه بالاترم هم خواهد رفت ولی که در بالا پایین هایی که خواهد داشت نهایتا اگر کسی اهل صبر و حوصله نباشه ضرر خواهد کرد ولی اگر کسی این دو شرط رو رعایت کنه و این زمان رو به خودش فرصت بده حتما موفق میشه پریروز آقای گرانتام که یکی از معروف ترین و سرشناس شهرهای های سرمایه گذاری در آمریکا هستند در آخرین نامه ای که برای کلاینت های خودشون نوشتند گفتند که طبق بررسی های ایشون زمانی که حباب های بین المللی گلوبال بابل درست میشه و میتره که تا بخواد اوضاع به حالت عادی خودش برگرده به طور متوسط چهارده سال طول میکشه بنابرای ارزیابی ایشون چون این بحران از سال 2008 شروع شد اگر بخواد روال تاریخی خودش رو به طور متوسط یعنی 14 سال ادامه بده حداقل تا سال 2022 باید صبر کرد تا اوضاع بخواد به حالت عادی برگرده و اینجاست که پای صبر و حوصله در واقع اهمیت زیاد پیدا میکنه زمین هایی که ما برای این دوران تدارک دیدیم در پورتفولیوهای مختلفی متجلی شده مثل پورتفولیوی ویج ما که روی مسائل و زمینهای سرمایه گذاری میکنه که مورد نیاز جامعه بشری است دنیا هر چقدر اقتصادش خوب بشه هر چقدر بد بشه هر اتفاقی بیفته به آب به انرژی به فلزات مختلف به تکنولوژی مدرن به داروهای جدید به سبک های جدید و متد تازه احتیاج داره و پورتفولیوی ویج در واقع بر این نیاز همیشگی و دائمی بشری تکه کرده و بر اساس اون درست شده و با اون صبر و حوصله بازدهی خیلی خوبی خواهد داشت در کنار اینها و به خاطر شرایط موجود اهمیت سرمایه گذاری های مبتنی بر سوداگری و اسپکولیشن خیلی بالا میره که زمین های مختلفی داریم برای همین موضوع و برای کسانی که شرایطشون اقتضا کنه که بتونن با توسل به اسپکولیشن یا سرمایه گذاری های سنجیده و ریسک های محاسبه شده سودهای دو، پنج، شش، ده هزار، بیس هزار درصدی در, در سالهای آینده به دست بیارن زمینه های دیگری وجود داره که میشه با یه سرمایه گذاری مختصری اگر کسی اهل پنج سال صبر کردن باشه بتونه با پول مختصری یه خونه خیلی اساسی برای خودش بخره و پورتفولیوی معروف 600 میلیون دلاری ماست برای کسانی که بتونن تا آخر سال 2040 صرف کنند مبلغ خیلی کمی سرمایه را به 600 میلیون دلار تبدیل کنند به اضافه گلدن پورتفولیومون و اون سکه های کلکتیبلی که مجموعه اینها چشمنداز های بسیار بسیار خوبی دارد در هفته های آینده سعی می کنیم بیشتر وارد این زمینه ها باشیم و عرصه های مختلف سرمایه‌گذاری رو بیشتر بشکافیم و سرش صحبت کنیم وقت برنامه امشب اون تموم شد تا هفته آینده و برنامه و دیداری دیگر شب و روز و روزگاران به همه شما خوش برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های...